بینندگان عزیز، امروز در این قسمت برنامه باز در خدمت آقای دکتر مهران مصطفوی در پاریس هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میام خدمتون. سلام دارم خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز و خدمت همه فارسی زبانان. آقای تو خیلی سپاسگزارم که به طور دائم مزاحمتون میشیم برای اطلاع رسانی در رابطه با این پرونده هسته‌ای، توافقنامه وین و مسائلی که داره میگذره، که بشه حتی اکثر اطلاعات رو به موقع به همیهنانمون منتقل کنیم. حتما بینندگان ما بهتر میدونن که قرار بر این بود، صحبت بر این بود که در ماه ژانویه، اواسط ماه ژانویه این برجام اجرایی بشه. این روزها خبرهای ضد و نقیزی، نقل قولهای ضد و نقیزی چه در درون ایران چه از بیرون ایران در رابطه با اینکه کی برجام اجرایی خواهد شد به گوش میرسه و ملاحظه میکنیم. من میخواستم خواهش کنم که بفرمایید که اصلا این روز اجرایی شدن برجام یعنی چی؟ چه اهمیتی داره؟ به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که اصلا این اجرای برجام چه مفهومی داره. من در یکی از مصاحبه هایی که حدود چند ماه پیش کردم، یعنی در تابستان بود و این برجام تازه توافق روی صورت گرفته بود، این مطلب رو مطرح همون موقع کردم و کمتر بهش توجه شده بود. و اون این که اگر خاطرتون باشه، آقای خامنه‌ای یک سخنرانی به اصطلاح تندی کرد و گفت این توافق اجرا نمیشه مگر اینکه تحریم‌ها در همون روز اجرا، باید تحریم‌ها برداشته بشه و آغاز بشه به برداشتش. و امروز و روز یعنی روز چند روز آینده که برجام اجرایی خواهد شد، حدود احتمالاً هفته دیگه یا دو هفته دیگه، حالا راجع به صحبت می‌کنیم، وارد مرحله اجرایی میرسیم. یعنی ما یک مرحله توافق داشتیم که در تابستون صورت گرفت، برجام. بعد این رو سازمان ملل کردش به صورت شورای امنیت یک تصویب نامه، قطعنامه ای داد بیرون. بعد دولت ها این رو تصویب کردن. بعد از این که دولت ها تصویب کردن، یک کار مهم باید انجام میشد و اون بود که آژانس باید درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران گزارشی میداد که دفعه قبل با هم دیگه صحبت کردیم. گزارشش رو داد و گفت ایران تا سال 2003 فعالیت‌های نظامی داشته و از اون به بعد نداشته. شورای حکام این گزارش رو تایید کرد و بعد از این گزارش ایران باید چهار کار مهم رو انجام میداد تا برسیم به مرحله اجرا. پس ببینید، اجرا یعنی از دید غربی ها شروع تعلیق برخی از تحریم ها و برداشتن بعضی از تحریم ها، ولی هر آنچه که قبلش ایران انجام داده که اکنون انجام داده، اون اسمش اجرا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای گفته بود از روز اول اجرای برجام باید تحریم ها برداشته بشه. یعنی میبینید که این هیئت نمایندگی که آقای ظریف رهبری میکرده و در اونجا بودن، تمام هم و غمشون این بوده که چه شکلی صورت ظاهر سیاست هسته‌ای و به اصطلاح صورت ظاهر خطوط قرمزی که آقای خامنه‌ای اعلام کرده بود رو حفظ کنن. والا دلیل دیگه نداره که مرحله برجام کارهایی که ایران انجام داده باشه اجرا اسمش نیست، همه انجام شده، ولی از وقتی که تحریم ها آغاز میشه که بعضیاش تعلیق میشه و بعضیاش برداشته میشه، اسمش اجرای برجام میشه. حالا ایران چه کارهایی رو باید انجام بدهد و یا داده است که به مرحله اجرا برسیم؟ که البته اونا اجرا نبوده، که اونا اجرا نبوده، خدا میدونه اسمش چی بوده. حالا توجه میدم که هموطنان عرضی که میکنم
چهار کار باید انجام میداده ایران، چهار کار اساسی. یک، باید 15,000 سانتریفوژ رو پیاده بکنن بذارن کنار. این کار انجام شد، یعنی ایران یک چیزی حدود 20,000 سانتریفوژ داشته، از اون 20,000 تا 10,000 تاش کار میکرده و فقط قبول کردن 5,000 تاش باقی بمونه. 15,000 تا رو باید بسته بندی بکنن، آژانس مور کنه، بذارن کنار. این چه مفهومی داره؟ وقتی که شما یک سانتریفوژ رو عملا پیادش میکنید، این دیگه عملا قابل استفاده نیست، یعنی واقعا صرف نمیکنه، خصوصا این سانتریفوژا رو که دیگه دوباره ازش استفاده بشه. پس این یک عمل برگشت ناپذیر هستش. اینطوری نیستش که شما این سانتریفوژ رو پیاده بکنید دوباره بخواید اون رو سوارش بکنید، عملی نیست. پس این اولین کاری که باید انجام میداده و انجام داده. یعنی از نظر فنی عملی نیست؟ بله، از نظر فنی عملی نیست، برای که اینها انقدر ظریف هستن، وقتی که یک چیز کوچیکشون به هم بخوره دیگه اینها کار نمیکنن و خود رژیم میگه 30% از بین میره وقتی پیاده میکنه. ولی از من بشنوید، وقتی خصوصا این سانتریفوژایی که مال 50 سال پیش هستن، وقتی که پیاده شدن دیگه اصلا به درد سوار کردن نمیخورن. امروز هم من مصاحبه یکی از مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران رو گوش کردم که گفتش که ازش پرسیدن که آیا این چیکار میکنید اگر آمریکایی ها به تعهداتشون عمل نکنن، گفتش ما دیگه با اون سانتریفوژا کار نداریم، روی سانتریفوژ های جدید کار میکنیم. پس اونها هم قبول کردن که عملی برگشت ناپذیر هست. کار دومی که باید انجام میدادن و انجام دادن، 10 تن، یعنی کل فعالیت هایی که ایران کرده برای غنی کردن، 10 تن ایران اورانیوم غنی شده داشته زیر 5% که اینها در ایران ذخیره شده بوده. کلیه این 10 تن رو با یک مقدار میله های دیگه که جمعا شده 11 تن به روسیه فرستادن و به جاش چی گرفتن؟ کیک زرد که اورانیوم طبیعی است گرفتن. این هم برگشت ناپذیر است، یعنی وقتی که شما این تبادل رو انجام دادید، اورانیوم غنی خود رو دادید به یک کشور دیگه و به جاش کیک زرد گرفتید، اورانیوم طبیعی گرفتید، این هم برگشت ناپذیر. پس این هم ایران انجام داد. این هم همون 11 تن نیست که آقای صالحی فرمودن صادر کردیم. بله دقیقا، که گفتن صادر کردیم، قبلا هم یکم راجع به صحبت کردیم. حالا جالب این است که میبینید که ایران یک موضوع هم مهمه، در قبالش اورانیوم گرفته، یعنی ایران میتونست در قبالش پول بگیره. چرا اورانیوم طبیعی گرفته؟ خدمتون بارها عرض کردم که ایران اورانیوم طبیعی لازم رو نداره، برای همین آزمایش های کوچکش هم که بخواد انجام بده نیاز داره به اورانیوم. این هستش که اورانیوم غنی شده رو داده، اورانیوم طبیعی رو گرفته. بسیار خوب، این هم عمل دوم برگشت ناپذیر. عمل سوم برگشت ناپذیر، قلب راکتور آب سنگین عراق رو میارن آوردن بیرون، امروز گفتن آوردن بیرون، و در سوراخ‌های اون بتون می‌ریزن. وقتی که در اون سوراخ‌ها بتون ریخته بشه، اون دیگه اصلا به هیچ دردی نمی‌خوره مگر اینکه ببرنش کارخانه ذوب‌آهن و از فلزش استفاده بکنن. غیر قابل استفاده است. پس این هم عمل سوم برگشت ناپذیری که ایران انجام داده. چهارم چیه؟ چهارم اهمیتش کمتره ولی اون هم انجام دادن. ایران آب سنگین تولید کرده به میزان خیلی زیادی، برای اینکه این راکتور بنا بود راکتور آب سنگین باشه و فعلا تا 5 سال اصلا معلوم نیست این چی بشه راکتور، برای اینکه کار داره اگه بخوان یک راکتور جدید بسازن حداقل 5 سال طول میکشه. پس باید بخش مهم آب سنگینش رو هم صادر بکنه به خارج، ولی چون خریدار نقد نداشتن این رو صادر کرده به کشور عمان، در اونجا ذخیره شده. آمریکایی ها قول دادن حدود 8 تن از این آب سنگین رو بخرن، برای کشورهای نیازهای مختلف هستش برای آب سنگین. خب پس
این هم عملی بازگشت ناپذیر. پس ایران 4 کار انجام داده که یعنی تمام فعالیت‌هاشو تعطیل کرده عملا. خب به اینها اجرا نمیگن، یعنی اینها هیچ کدومشون مرحله اجرایی نیست. همه اینها رو که ایران انجام داده، تازه آژانس میاد چک میکنه، الان داره چک میکنه، یعنی الان مال صادرات رو چک کردن، تقریبا تایید کردن، راکتور قلب راکتور عراق رو چک کردن، صادرات به عمان، یعنی اینا چیزهاییست که کارش چک کردنش، رسیدگی کردنش خیلی ساده است، مشکل خیلی زیادی نداره. این است که حد زده میشه که آژانس بتونه تا چند روز آینده بگه که ایران این کارها رو انجام داده ولی چیزی انجام نداده، بلکه اینا اسمش اجرا نیست. در این بعد این کارا که انجام شده، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها باید تعهداتی که درباره تحریم‌ها دادن اونها دربارش عمل بکنن، شروع کنن عمل کردن، که حالا بحث‌های مفصل خودشو داره. من فکر کنم در گفتگوهای با آقای بنی سعد با خانم وفا راجع به این مسائل بحث شده، که تکرار میکنم که آمریکا هیچ کدوم از تحریم ها رو بر نمی داره، تحریم ها رو تعلیق میکنه. اروپا هست که بخشی از تحریم ها رو بر می داره، بخش دیگه از تحریم ها چه اروپایی چه آمریکایی باقی میمونه، و ایران از امروز تا 10 آینده پروندهش در شورای امنیت سازمان ملل باقی میمونه، و تا 15 آینده باید کلیه بازرسی های وسیع و شدید سازمان انرژی اتمی، بین المللی انرژی اتمی، بتونه در ایران صورت بگیره. پس ما در یک چنین وضعیتی هستیم. یک سری فعالیت هایی در حدود طول 20 سال انجام شده در زمینه اتمی، در عرض چند ماه تقریبا همه اونها رو خوابوندن، یعنی اورانیومی که هر چه غنی شده بود به قول خودشون صادر کردن، دادن به روس‌ها. 300 کیلو ایران بیشتر حق نداره داشته باشه. سانتریفوژها رو 15,000 تاشو بسته‌بندی کردن، یعنی دیگه قابل استفاده نیستند. آب سنگین رو فرستادن به عمان، کشور عمان، و قلب راکتور بیاری بیرون و سیمان بریزی توش، یعنی دیگه چیزی از اون راکتور باقی نمونده. کشوری که بابت همه اینها، یعنی بابت اون 10 اورانیوم غنی شده، بابت راکتور عراق، بابت کارخانه آب سنگین، حدود چند صد میلیارد دلار هزینه بهش وارد شده از نظر از طریق تحریم ها، و بابت اون بساط هسته‌ای چندین 10 خرج شده، و در عرض 2-3 که امریکایی ها تعجب کردن، فکر میکردن قبلا در برنامه‌ای که ریخته بودن که مرحله اجرا در ماه مارس شروع بشه، یعنی فکر میکردن این پیاده کردن سانتریفوژا، خارج کردن قلب راکتور عراق و صادر کردن اورانیوم به گفته اونها این طول بکشه، ولی ایرانی ها با تمام قوت و حدت و شدت کار کردن که بتونن این رو هر چی زودتر انجام بدن. خب حالا چرا یک همچین عجله‌ای در این باره صورت گرفته؟ ما در اسفند ماه انتخابات رو داریم، در پیش داریم، و اینها از حالا اعلام کردن که چند روز آینده خبر خوش میده. یک ساله دارن خبرهای خوش میدن و حال ما بدتر میشه هر روز که میگذاره این خبر خوشی که میدن، و اینکه وضعیت میهنمون بدتر میشه. و حالا خبر خوش جدیدشون این است که از چند روز دیگه اروپایی ها بخشی از تحریم های بانکی رو بر میدارن، آمریکایی ها بخشی از تحریم های نفتی و گازی و بانکی رو بر میدارن، و این رو ازش به عنوان یک آتوی در انتخابات بتونن استفاده بکنن برای بسیج کردن و گفتن این که در مرحله داخلی ما، در مرحله خارجی ما موفق شدیم و الان دیگه از این به بعد میخواییم بپردازیم به مرحله داخلی، به مسائل داخلی. این فکر کنم اونجایی که
من میدونم علت سریع بودنش یکی وضعیت اقتصادیه که خرابه، ایران احتیاج به دلار داره و امروز رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که 30 میلیارد دلار ایران در خارج پول داره و اون 30 میلیارد دلار هست که آزاد میشه، یعنی اون 150 میلیارد دلاری که میگفتن یا 120 میلیارد دلاری که میگفتن الان به گفته رئیس بانک مرکزی تبدیل شده به 30 میلیارد دلار. پس ما در یک همچین وضعیتی به سر میبریم و روز اجرا از چند روز دیگه یا دو هفته دیگه دیرتر آغاز خواهد شد. پس به این ترتیب خبر خوش این است که تا یه هفته یا دو هفته دیگه حداکثر از اونجایی که ایران به اون کارهایی که اجرایی نبوده ولی انجام میباید بشه یا انجام داده و به این مرحله میرسیم که غربی ها، آمریکایی ها و اروپایی ها بخشی از تحریم ها رو، حتی اروپایی ها بیشتر تحریم ها رو بر می دارن. حالا یا آمریکایی ها ظاهرن بیشتر حالت تعلیق در میاد، درسته؟ بله دقیقا همین هستش و ایران یک تعهدی رو داره، این که پروتکل الحاقی رو باید اجرا کنه و نه تنها پروتکل الحاقی رو بلکه پروتکل الحاقی با ماده اصلاحیش که بهش میگن بند 1.3 که این ماده اصلاحی پروتکل الحاقی این هست. در پروتکل الحاقی رو وقتی یک کشور امضا میکنه، یعنی قبول میکنه اجرا بکنه، این معنی هستش که مثلا اگر میخواد یک راکتور هسته‌ای درست بکنه، وقتی که میخواد شروع به کار بکنه اونجا باید اعلام بکنه به سازمان انرژی اتمی، آژانس بین المللی انرژی اتمی. ولی ماده اصلاحی 1.3 این رو میگه که حتی اگر طرحشو دارن قبل از مرحله اجرا، کشورها باید اعلام کنن تمام پروژه هایی که در زمینه هسته‌ای دارن. یعنی تا کنون این بود که کشورها وقتی به مرحله اجرا میرسن اعلام میکنن چه به اصطلاح برنامه هایی رو میخوان انجام بدن، ولی با این ماده خاصی که برای ایران گذاشتن و همه کشورها قبولش نکردن در دنیا، این است که باید پروژه هاش رو به آژانس بین المللی اتمی از خیلی قبل از اینکه به مرحله اجرا در بیاد ارائه بده. و این رو ایران میگه من داوطلبانه قبول کردم، بلکه میدونید مجلس هنوز امضا نکرده، ولی باز هم ایران اجرا میکنه بدون اینکه امضا کرده باشه و تا 10 سال دیگه که مرحله انتقالی تمام میشه و پرونده اگر آژانس یک گزارش کلی دیگه باید بده از سازمان ملل بیرون میاد، اون موقع ایران باید امضا بکنه مجلسش و این تعهد رو دادن که 10 سال دیگه، تا 10 سال دیگه مجلس این کار رو انجام بده. حتما بهتر میدونین آقای مصطفی، در گفتگوهای با آقای بنی سعد خانم و پایینام مطلب مطرح شده اون 30 میلیارد دلاری هم که میگن در واقع بعد اعلام کردن که قبلا که 5 میلیارد دلارش بدهی است و اون بقیهش هم در واقع مال دولت نیست، مال بانک مرکزی است، برای اینکه دولت قبلا پول مثلا معادله ریالیش رو گرفته و خرج کرده. بله اینا که مفصلا بحث شده در برنامه شما و اصولا از دید من مسئله ایران مسئله دلار نیست، برای که زمان آقای احمدی نژاد این تحریم ها حداقل یک مدتیش نبود و درآمد نفتی خیلی بالا بود، قیمت نفت حدود 120 دلار بود، بالای 100 دلار بود به هر حال، ولی الان به زیر 30 دلار رسیده و مسئله ایران مسئله اصلا دلار نیست، مسئله اون ساختار هستش که وجود داره و اون ساختار فاسد هر چی بیاد توش، چه ریال بیاد توش چه دلار بیاد توش، اون رو تبدیل میکنه به یک چیز منفی که به اقتصاد تزریق میشه. آیا سببی دو سه دقیقه وقت داریم، من یه سوالی دیگه دارم، یه مطلبی در این توافقنامه و حتی قبلش در توافقنامه تفاهم نامه ژنو هم بوده و خیلی برای من جالبه و به نظر میاد که برداشت درستی از این که نوشته میشه، اونم این است که اگر
اختلاف نظری وجود داشته باشه در رابطه با عدم اجرای برخی یکی از تعهدها از طرف یکی از طرفین، این مسئله به یک کمیسیونی از نمایندگان این چند تا کشور و اتحادیه اروپا ارجاع داده میشه و اگر اون کمیسیون به نتیجه نرسه تحریم ها برمیگرده، درسته؟ بله، به هر حال ببینید اون کاری که انجام شده این است که ایران اون چهار عمل برگشت ناپذیر رو انجام داده، یعنی ایران تعهداتش رو انجام داده مگر اینکه بخواد بیاد جلوی مثلا بازرسی ها رو بگیره، ولی اون چی که داشته رو از دست داده. این آمریکایی ها و اروپایی ها هستن که میتونن تعهداشون رو انجام ندن. مثلا فرض کنید آمریکایی ها بخوان تحریم های جدیدی رو وضع کنن، آقای اوباما نباشه رئیس جمهور بعدی بخواد یه کارهایی بکنه، خب اون موقع میره تو اون کمیسیون که اون کمیسیون هم اونها اکثریت رو دارن، یعنی ایران فقط یک صدا داره، فوقش روس هم که با ایران همراهی بکنن اکثریت با کشورهای غربی است. این هست که ایران عملا چیزی در دست نداره، اون چیزی که داشته ازش گرفتن و دست قوی و دست بالا رو کشورهای غربی دارن. این مسئله هسته‌ای یک تجربه بسیار تلخیه برای ما ایرانی ها. از دید من این مسئله تنها بخش سیاسیش نیست، بیکفایتی بزرگ این نظام هم هست. میدونید شاید همین سیاست ها رو میتونستن پیش ببرن، اولش دنبال بمب هم باشن بعدش عوض کنن، ولی اینقدر بیکفایتی به خرج ندن، اینقدر هزینه به اقتصاد کشور وارد نکنن، این هم ممکن بود. ولی از دید من این مسئله هسته‌ای واقعا سمبولیکه از همه جهت. این هستش که برعکس شعاری که میدادن حق مسلم ماست، بیشترین و بزرگترین ناحقی در مردم ایران رو نسبت به مردم ایران انجام دادن، نسبت به این در جریان سیاست هسته‌ای که پیش بردن. امیدوارم که مردم ایران همه ما تک تک ما از این تجربه های تلخ درس بگیریم. نمیتونیم تا بی نهایت این تجربه های تلخ رو ادامه بدیم و تکرار بکنیم. این وطن ما و ما کلن ایرانی ها تا یک حد و تا یک میزانی توانایی هزینه دادن داده، باید حتما یک نقطه پایانی به این سیاست ها گذاشت و یک ایران دیگه ای ساخت. انشاءالله. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. خواهش میکنم، موفق باشید، شب و روز همگی خوش. آقای شما خوش.